اونهایی که در زیر شکنجه ها خدا و خلق رو میطلبیدن به یاری گفتند کدام خلق؟ بمونید و بپوسید، اینجا جزیره ثباته. یه خبری نیست، خبری هم نبود، ولی ما میگفتیم علیست صبح به غریب. مگر میشه خوشید رو کشت؟ مگر میشه باد رو از وزیدن بازاشت و بارون رو از باریدن؟ مگر میشه اقیانوس رو خوش کرد؟ مگر میشه بهار رو از آمدن بازاشت؟ مانع رویدن لاله ها شد؟ و مگر میشه ملتی رو تا به ابد اسیر نگه داشت؟ نه، پیروز با انقلاب دموکراتیک ایران. من نیامدم اینجا که روند خود به خودی قضایا رو فقط ستایش کنم. ما نیامدیم که اون چرا که هست و فقط هست تأیید کنیم. لختی هم باید به اون اندیشید که چه چیز باید باشه و چه چیز هم نباید باشه. آیا ما میخواییم نسل ملعونی باشیم؟ نسل نفرین شدهی باشیم که فرصتها را از دست دادن؟ زیدی، یک روز بزرگ در تاریخچه آزادی. سیدی سال روز تحقق شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد در سال 1357 است. این شعار که به صورت یکی از شعارهای اصلی تظاهرات و قیامهای مردمی در زمان شاه در آمده بود، در چنین روزی با آزادی آخرین زندانیان سیاسی در رژیم شاه به نتیجه نهایی رسید و پیروز شد که نقطه اوج آن آزادی مسعود رجوی و موسی خیابانی بود. در آن دی ماه خاطر انگیز در سال 1357، پس از در هم شکستن طلسم اختناق و اوجگیری قیام‌ها در سراسر ایران، دیکتاتوری سلطنتی تحت فشار مردم و همچنین فشارهای بین المللی برای آزاد کردن زندانیان سیاسی، سرانجام در شبانگاه سیدی مجبور به آزاد کردن آخرین گروه زندانیان سیاسی شد. آن روز در میان آن زندانیان، مسعود رجوی نیز از در آهنی و سنگین زندان عبور کرد و مردم آن امید را در آغوش گرفتند. بله، آن شب، سه هفته پیش از سرنگونی رژیم شاه، آخرین گروه زندانیان سیاسی که پیشتر از اوین به زندان قصر منتقل شده بودند، تحت فشارهای مردمی که روزهای متمادی در مقابل زندان قصر تهران خواهان آزادی آنها بودند، از سلول‌ها و دخمه‌های سیاه‌چال‌های دیکتاتوری آزاد شدند. چهار روز قبل، یعنی در 26 دی ماه، شاه از کشور گریخته بود
و دیگر مانعی برای آزادی آنها وجود نداشت. به این ترتیب مسعود رجوی، اشرف زنان مجاهد و سردار شهید آزادی موسی خیابانی در شمار آخرین نفراتی بودند که از زندان آزاد شدند. شاه بعداً در خاطراتش نوشت که بزرگترین اشتباهش آزاد کردن تروریست ها از زندان بوده است. بیم آن می رفت که زندانیان نگهداری شده که رژیم شاه تا آخرین دقایق از آزاد کردن آنها سر باز می زد، در یک صحنه سازی توسط سواک شاه به قتل رسانده شوند. از این پیشتر شماری از زندانیان توسط بازجویان اوین به وسیله سیانور به شهادت رسانده شده بودند. قبل از آن هم در 30 فروردین سال 1354 بیژن جزنی و 6 از یارانش همراه با مجاهدان خلق، کاظم ظلموار و مصطفی جوان خوشدل با محمل ساختگی فرار در تپه‌های اوین به رگبار بسته شده بودند و به شهادت رسیدند. اما در شبانگاه 30 دی ماه 1357، ساعتی قبل از آزادی مسعود، اشرف و موسی و مجاهدان همراهشان و نیز آخرین گروه از زندانیان چریک‌های فدایی، مردم تهران و جمعیت‌های دیگری که از شهرستان‌های مختلف آمده بودند پیرامون زندان قصر تجمع کرده و آزادی فوری و بلادرنگ زندانیان را خواستار شدند. همزمان خانواده‌های مجاهدین و چریک‌های فدایی و گروه‌های دیگری از مردم از یک هفته پیش در کاخ دادگستری در مرکز تهران به طور شبانه روزی تحصن نموده و آزادی آخرین گروه زندانیان را طلب می‌کنند. از سوی دیگر طبق ضوابط حکومت نظامی از ساعت 9 شب به بعد تردد ممنوع اعلام شده بود. به هر جنبنده ای شلیک می شد. از این رو بلنگوها به مردمی که در اطراف زندان قصر جمع شده بودند پیاپی اخطار می دادند و با شلیک تیرهای هوایی از مردم خواسته می شد که متفرق شوند. اما تهدیدها اثر نکرد و مردم و جوانان خشمگین با مشتهای گره کرده از قصد خود برای درهم کوبیدن در و دیوار زندان و آزاد کردن زندانیان سخن گفتند و سرانجام زندانبانان و تصمیم گیرندگان آن روزی رژیم را وادار به عقب نشینی نمودند. بنابر گزارشات شهود عینی، تقریبا 2 ساعت قبل از خاتمه مهلت حکومت نظامی، تیمساران و رؤسای زندان شاه به درب بندی که مسعود رجوی در آن زندانی بود آمدند و او را شتابان با خود بردند که نگرانی زیادی در بین همبندانش برانگیخت. متعاقباً معلوم شد که مأموران مسعود را به پشت بام زندان قصر می بردند. دقایقی بعد جمعیت با دیدن او در پشت بام و اطمینان از سلامتش سر از پا نمی شناختند و گلباران او توسط مجاهدان و جوانان تهران که از دیوارهای زندان بالا می آمدند دقایق متمادی ادامه پیدا کرد. در این هنگام یکی از بازاریان آن زمان که در پشت بام مسعود رجوی را همراهی می کرد میکروفون را گرفت و گفت همه زندانیان عفو شدند. این را گفت تا جمعیت ساکت شود. مسعود بلادرنگ میکروفون را از دست گوینده گرفت و با درود به خلق قهرمان ایران گفت عفوی در کار نیست، اینجا کسی جرمی مرتکب نشده است که عفو و بخشش به طلبت. وانگهی همه به چشم میبینند که این مردم ایران هستند که زنجیرها و زندانها را در هم میشکنند. علاوه بر این اگر کسی در این میان باید عفو و بخشودگی بدهد این ما هستیم. سپس رؤسای زندان گفتند که اگر مردم با توجه به این چیزی که به خاتمه حکومت نظامی باقی نمانده است متفرق شوند و راه باز کنند،
آخرین گروه زندانیان آزاد خواهند شد. مردم فریاد زدند که تا خروج آخرین نفر از جای خود تکان نخواهند خورد و در همان جا باقی میمانند. یکی از مجاهدین که در روز 30 دی 1357 همراه با آخرین دسته زندانیان مجاهد آزاد شد، آخرین ساعت‌های زندان را چنین توصیف کرده است: ساعتی بعد که کارها تقریبا تمام شده بودند، موسی همه را به آخرین اتاق بند 8 که محل کار خودش بود فرا خواند و در آنجا با لبخندی که بر لبانش نقش بسته بود پرسید: همه آماده اند؟ و نگاهش را در میان جمع چرخاند و تک تک چهره ها را از نظر گذراند و بعد گفت: مسعود گرفتار بود و خودش نتوانست برای آخرین سخن قبل از ترک زندان حاضر شود. من میخواهم پیام او را به شما بدهم. همانطور که میبینید داریم آزاد میشویم. این هدیه خلق و ثمره خون شهیدانی است که این روزها به دست جلادان بر سنگ فرش خیابانها ریخته میشود. ما آزادی من را مفت و مجانی به دست نیاوردیم. میدانید که در بیرون زندان جاذبه های زیادی هست که میتواند یک انقلابی را از مسیر خودش خارج کند. ما برای اجابت این جاذبه ها و برای دست یابی به رفاه فردی خودمان زندان را ترک نمی کنیم. ممکن است که شکل مبارزه عوض شود، اما هدف همان هدف آزادی و رهایی خلق است. تا امروز صحنه فعالیت مبارزه در داخل زندان ها بود که باید بهایش را با انواع فشار و شکنجه ها می پرداختیم. فردا جامعه بستر مبارزه و تلاش ما خواهد بود. تصور نکنید که با خارج شدن از زندان شرایط سخت پایان می یابد. مبارزه بیرون زندان زحمت بیشتر و فداکاری های بیشتری را طلب می کند. دستیابی به گوهر آزادی فداکاری مداوم و مستمر می طلبد. ما سوگند خورده ایم که این بها را همواره بپردازیم. بدانید که شرایط پرفتنه ای را در پیش داریم که البته با درایت و هوشیاری و ایمان عظیم برادرمان مسعود، همچنان که تا اینجای راه را آمده ایم، بقیه آن را هم طی خواهیم کرد. سکوت همچنان برقرار بود. چشم ها به چهره موسی و گوش ها به تنین پرصلابت کلامش سپرده شده بودند و از برق نگاه ها می شد آنچرا که در دل ها می گذرد فهمید. پس از مدتی درهای زندان قصر گشوده شد. اشرف و مسعود رجوی و موسی خیابانی و شماری دیگر از مجاهدان و فدایان به خارج از زندان قدم گذاشتند و مستقیماً به محل تحصن به کاخ دادگستری رفتند. صبح روز بعد، اول بهمن 1357، گروه های مختلف مردم تهران در خانه رضایی های شهید، در خیابان ملک، در حوالی میدان رضایی ها به دیدار زندانیان آزاد شده شتافتند. پدر طالقانی و مهندس بازرگان در روزهای بعد در همانجا با مجاهدین دیدار کردند. روزنامه کیهان در گزارش استقبال مردم تهران از آخرین گروه زندانیان آزاد شده نوشت: محبته زندان تا پاسی از شب گذشته یک پارچه شور و هیجان بود. خیشان و بستگان، دوستان و آشنایان و رفقا که همه روز
و ساعاتی از شب را بیتابانه انتظار کشیده بودند، با شعار درود بر فدایی، سلام بر مجاهد، برای 125 نفر از فرزندان پاک نهاد ملت آغوش گشودند و این در حالی بود که عده کثیری از خانواده‌های زندانیان سیاسی در کانون وکلا هنوز به تحصن خود ادامه می‌دادند و منتظر عزیزانشان بودند. کیهان به اشاره به خوانده شدن اسامی زندانیان آزاد شده از بلندگوی زندان افسود: با خوانده شدن هر اسم، اجتماع چندین هزار نفری مردم درود می‌فرستادند و قریب شادی بود که بر می‌خواست. پس از آن، برای اینکه مردم از آزادی زندانیان سیاسی اطمینان حاصل کنند، یکی از زندانیان مستقیماً از پشت میکروفون با آنها صحبت کرد. مسعود رجوی در حالی که با احساسات پرشور مردم روبرو گشته بود گفت: آیا هیچ واژه‌ای هست که بشود با به زبان آوردنش از شما مردم تشکر کرد؟ به راستی که ما همه این آزادی را مدیون شما ملت هستیم، نه شخص دیگری یا گروهی خاص. وقتی که در مقابل این شکنجه‌چی ها و بازجوهایی که خودتون میشناسید و دیدید از نزدیک، وقتی اسم مجاهدین برده میشد، اعصاب اینها به هم میلرزید و کنترلشون رو از دست میدادن. این دلیل بر قدرت عقیده و ایمان به هم. از اسم مسعود رجوی وحشت داشتن، از اسم خیابانی وحشت داشتن.